با نزدیک شدن فصل زمستون و یلدا و یه چیزکیک انار فوق‌العاده خوشمزه و عالی برای میز یلدام، حالا با هم دیگه بریم طرز تهیه‌اش رو ببینیم. بیسکویت شکلاتی داریم که من خوردش کردم ریختم توی غذا ساس. کره داریم که به دمای محیط رسیده، اونم بهش اضافه میکنم. بیسکویتمون رو تو غذا ساس پوره میکنیم. یه قالب کمربندی 23 سانتی داریم که من اونو توش کاغذ فویل گذاشتم، هم دیواره و هم کفشو، و با قلمو کل روی فویل رو چربش کردم. حالا بیسکویتمون رو که پوره کرده بودیم با کره میریزم توی قالب. بیسکویت ها رو کف قالب پخش میکنم و با دست خوب منسجمش میکنم. بیسکویت رو کف قالب خوب منسجمش کردم. حالا به مدت 1.5 ساعت میذارم توی یخچال بمونه تا خوب خودشو بگیره. میخوام ژلاتینمون رو به روش بنماری حل کنیم. آب جوش داریم، یه ظرف میذاریم روی آب جوشمون. آب سرد داریم، اضافه میکنم. پودر ژلاتین داریم که اونو میریزم روی آب سرد تا به طریق بنماری حل بشه. زرده ای تخم مرغ داریم، شکر داریم که بهش اضافه میکنم، وانیل داریم اونم اضافه میکنم. با درجه بالای همزن به مدت 1 دقیقه زرده ای تخم مرغ رو با شکر و وانیل میزنیم. پنیر خامه ای داریم، با همزن میزنیم تا نرم بشه. ماست خامه ای داریم که اونم به پنیر خامه ایمون اضافه میکنیم و مخلوط میکنیم. ژلاتینمون حل شد. ژلاتینمون رو کم کم به زرده تخم مرغمونی که با شکر زده بودیم مخلوط میکنیم. یه دفعه نمیریزیم چون ژلاتینمون داغه و تخم مرغمون حالت پختگی پیدا میکنه و بوی زخم میگیره. ژلاتین رو کم کم مخلوط کردم، تموم شد. حالا میذارم روی آب جوش. زرده ی تخم مرغ و ژلاتینمون رو به مدت 5 دقیقه دیگه میزنیم روی حرارت. زرده ی تخم مرغ و با ژلاتین من به مدت 5 دقیقه به طور مداوم روی حرارت زدمش و این شکلی شده. حالا اضافه میکنم به پنیر و ماستمون و کاملا مخلوطش میکنه. موادمون رو بلا فاصله میریزم توی قالبمون که بیسکویت رو خرد کرده بودیم. قالبمون رو میذارم توی یخچال تا کاملا خودشو ببنده. آب رو گذاشتم جوش بیاد. یک بسته ژله انار داریم. آب داریم که بهش اضافه میکنم و میذاریم که ژلمون روی حرارت حل بشه، شکراش و خودش. ژلمون کاملا حل شد. من از رو حرارت برش میدارم، میذارم هم خنک بشه کاملا و هم کمی نیم بند بشه. موادمون کاملا بسته شده. حالا دونه های انارمون رو میریزیم روش، صافش میکنیم. ژلمونم نیم بند شده، میریزیم روش، صافش میکنیم. چیزکیک انارمون آماده است. من به مدت 5-6 ساعت میذارم توی یخچال تا خودشو بگیره. بعد از 5-6 ساعت میارمش بیرون، با یه چاقوی نمدار دور تا دور قالب رو جدا میکنم. بعد با فویل میارمش بیرون، میذارمش توی ظرف سرو. بعد یواش یواش فویل رو از زیرش بیرون میکشم. چیزکیک انار خوشمزه و عالی و بی نظیر ما هم آماده شد. امیدوارم شما هم این چیزکیک عالی و درست کنین و در کنار خانوادتون نوش جونتون کنین و لذتشو ببرین. یلداتون مبارک.